کاوش در معنای زندگی، بینش‌ها و تاملات فلسفی. زندگی مفهومی پیچیده و چندوجه‌ای است که همه ما به دنبال درک بهتر آن هستیم. همه ما می‌خواهیم استاد یک زندگی شگفت انگیز باشیم. ما می‌خواهیم همه چیزهایی را که زندگی ارائه می‌دهد تجربه کنیم. همه ما برای داشتن یک زندگی معنادار تلاش می‌کنیم. اما چگونه می‌توان به یک زندگی معنادار و رضایت بخش دست یافت؟ این سوال بیشتر ما را درگیر خود کرده است. با اینکه از چه کسی بپرسید نیز متفاوت است. این به این دلیل است که همه ما ارزش‌ها، تجربیات زندگی، مذاهب، فرهنگ‌ها، شخصیت‌ها و غیره متفاوتی داریم که در نحوه گذراندن هر لحظه از زندگی ما نقش دارند. چرا ما روی این زمین هستیم؟ اول از همه ممکن است کسی بگوید که ما اینجا هستیم تا دوست داشته باشیم. دوست داشتن و دوست داشته شدن. زندگی بدون عشق چیست؟ عشق شور، صمیمیت، مهربانی، شفقت و زیبایی را وارد زندگی ما می کند. عشق می تواند برای هر چیزی یا هر کسی باشد. ما ممکن است طرفدار مهم خود، فرزندانمان، حیوانات خانگی، خانواده، دوستان نزدیکمان، ورزش مورد علاقه من، فعالیت مورد علاقه من، پیتزای مورد علاقه من و غیره را دوست داشته باشیم. عشق این است که نیازهای دیگران را بر نیازهای خود ترجیح دهید. واقعاً دلسوز. حضور داشتن. قدردانی از دیگران برای آنچه هستند. عشق یعنی نشان دادن احساس. به اشتراک گذاشتن لحظات صمیمی با هم و حضور. عشق واقعی به زندگی ما معنا می بخشد. ما همچنین می توانیم ورزش، فعالیت یا چیزهای دیگر را آنقدر دوست داشته باشیم، ارزش قائل باشیم و از آن لذت ببریم که این اشتیاق را بتوان به عنوان عشق توصیف کرد. دو، در کنار دیگران باشید. زندگی یعنی کنار دیگران بودن، صرف نظر از اینکه چه کسی هستند. از خودگذشتگی و فراتر رفتن برای ایجاد تغییر در زندگی دیگران، صرف نظر از اینکه آنها را می‌شناسید یا با آنها مرتبط هستید. از خودگذشتگی چیزی است که باید برای داشتن معنادارترین زندگی برای آن تلاش کنیم. سه، بدون انتظار دریافت به دیگران ببخشید. عمل دادن بدون انتظار برای دریافت به ما این امکان را می‌دهد که به طور تساعدی با نیات فداکارانه به دیگران کمک کنیم. ما باید همیشه برای دادن تلاش کنیم. دنیای اطراف ما برای آن بهتر خواهد بود. تنها با بخشش می توانیم برای دیگران انجام دهیم و در تاثیرگذاری مثبت بر زندگی دیگران رضایت واقعی را پیدا کنیم. چهار، از زمان با دوستان لذت ببرید. زندگی بدون دوستان یک زندگی تنهایی است. چگونه با دوستی یک زندگی رضایت بخش بسازید؟ فردی باشید که مثبت اندیش است و به چیزهای مختلف در زندگی اشتیاق دارد. هر کسی به چیزی علاقه دارد. یافتن دیگرانی که این علایق را به اشتراک می‌گذارند و گذراندن وقت منظم با آنها می‌تواند به همه شما رضایت و شادی زیادی بدهد. 5. یک شغل پربار و سودمند را رهبری کنید. بدون چیزی که بتوانیم به سمت آن کار کنیم، ما فقط راکب هستیم و کاری برای جامعه انجام نمی دهیم. اگر می خواهیم زندگی معنیداری داشته باشیم، باید به دنبال یافتن کاری ارزشمند باشیم که بتوانیم آن را به صورت حرفه‌ای انجام دهیم، به این امید که رشد، چالش‌ها، موفقیت‌ها و پاداش‌هایی را برای خود، دیگران و دنیای اطرافمان فراهم کند. 6. همیشه در حال یادگیری و رشد باشید. صرف نظر از حرفه یا حرفه‌ای که دنبال می‌کنیم، همیشه باید با گذشت زمان در حال تکامل باشیم. به طور مداوم در حال رشد است. یادگیری و توسعه حرفه‌ای خود این تمرکز دائمی برای یادگیری در مورد دنیای اطراف ما و رشد شخصی و حرفه‌ای به ما کمک می‌کند تا رضایت بخش‌ترین و معنادارترین زندگی را بسازیم. 7. دنیای اطراف خود را بهبود بخشیم. زندگی ما با زندگی‌هایی که لمس می‌کنیم سنجیده می‌شود. ما همیشه باید به دنبال کمک به دیگران و بهبود دنیای اطراف خود باشیم. هرچه بیشتر انجام دهیم، هرچه بیشتر در اینجا موفق شویم، زندگی پربارتری خواهیم داشت. 8. محیط زیست را از طریق پایداری حفظ کنید. ما انسان‌ها باید همیشه اقداماتی را برای بازیافت بهتر،
کاشت درختان، کاهش آلودگی، استفاده از انرژی های تجدید پذیر، اجتناب از بطری های پلاستیکی، استفاده مجدد از کمپوست، استفاده کمتر از آب، به حداقل رساندن زباله، استفاده از کیسه های مواد غذایی قابل استفاده مجدد، عدم گسترش گونه های مهاجم، به حداقل رساندن انتشار اقدامات انجام دهیم. کاهش ترشح سموم و غیره. تنها زمانی که ما این اقدامات را انجام دهیم، می توانیم واقعا اطمینان حاصل کنیم که زمین ما برای همه کسانی که بعد از ما می آیند قابل زندگی می ماند. نوح، دنیا را جای بهتری برای نسل‌های آینده بگذارید. معنای زندگی ما قطعا این است که دوست داشته باشیم و هر روز تمام تلاش خود را انجام دهیم تا دنیا را به مکانی بهتر برای دیگران تبدیل کنیم. اگر امروز اقدامات معناداری انجام ندهیم، نسل‌های آینده ما نمی‌توانند زنده بمانند. هدف زندگی ما این است که زندگی دیگران را لمس کنیم، از هر لحظه با اشتیاق زیاد لذت ببریم و دنیا را به سمت بهتر شدن هر روز هدایت کنیم. ما باید تلاش کنیم تا قطعه ارزشمندی برای دستیابی به عشق، آرامش، شادی و سلامت بیشتر در زندگی همه بشریت باشیم. ما همچنین باید تلاش کنیم تا قطعه ارزشمند برای دستیابی به زمینی سالم‌تر، قوی‌تر و سبزتر باشیم که همه بتوانند برای سال‌های بیشماری از آن لذت ببرند. فقط در این صورت است که ممکن است واقعاً برآورده شویم. در زیر نظر دهید، آیا با انتخاب شماره 1 ما که عشق مهمترین چیز در زندگی است موافق هستید؟ حضور در کنار دیگران، کمک و حمایت از دیگران برای شما مهم است. آیا بخشنده بودن رو مهم می دانید یا فکر می کنید که بخشنده ها به ناچار در زندگی ضرر می کنند؟ همه ما شنیده ایم، مراقب خودت باش، بعد به دیگران کمک کن. آیا به این مفهوم اعتقاد دارید؟ آیا فکر می کنید مهم است که همیشه فداکارانه دیگران رو در اولویت قرار دهید و راههایی برای کمک به دیگران پیدا کنید؟ آیا فکر می کنید مهمتر است که در زندگی ابتدا روی کمک به خودتان تمرکز کنید؟ اگر زندگیتان را روی کمک به خودتان متمرکز کنید، پشیمان می شوید. آیا حفظ تعادل مهم است در زیر نظر دهید و نظر خود را به من بگویید؟ لطفاً برای حمایت از این کانال و کمک به من در موفقیت لایک کنید، به اشتراک بگذارید، مشترک شوید و نظر دهید تا بتوانم ویدیوهای بیشتری را برای شما پست کنم. از همه شما برای پیوستن به من متشکرم. در مورد بعدی به زودی با شما صحبت خواهم کرد. برای اشتراک و تماشای ویدیوهای بیشتر روی تصاویر روی صفحه کلیک کنید.